به 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. قرش موشکی که صدایش 10 روز پس از آزمایش درآمد، خط و نشان برای دشمنان یا تخریب تلاش‌های دیپلماتیک؟ در ادامه برنامه، افزایش خط فقر در ایران، هزینه یک خانوار 4 نفره در تهران 2,728,000 تومان. پرونده هست در ایران دوباره بر سر زبانها. فرزند کروبی میگوید پدرش را هیچگاه از حبس خانگی آزاد نمی کنند. و روز تصمیم گیری درباره مدیر شرکت وایوی چین در کانادا به اتهام دور زدن تحریم های ایران. سلام، شبتون بخیر. نگین شیراقایی هستم. سلام، من رنا رحیم‌پور هستم. 10 روز طول کشید تا ایران تایید کند که یک موشک بالستیک میانبرد آزمایش کرده، آزمایشی که آمریکا میگوید قطعنامه‌های سازمان ملل را نقض کرده. اینکه این موشک چه قابلیت‌هایی دارد هنوز مشخص نیست، اما مشخص است که نگرانی آمریکا درباره اش زیاد است، آنقدر زیاد که بریتانیا و فرانسه برای آرام کردن آمریکا و بررسی این آزمایش جلسه محرمانه در شورای امنیت سازمان ملل برگزار کردند، هرچند نتیجه ای از آن بیرون نیامد. اگر امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی فضای سپاه پاسداران امروز این خبر را اعلام نمی‌کرد، دست کم توجه رسانه‌ها بار دیگر به این آزمایش جلب نمی‌شد. چرا ایران حالا این آزمایش موشکی را تایید کرده؟ در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارش از شهریار سیامی. تصاویر آزمایش‌های موشکی ایران که بارها از صدا و سیما و کانال‌های خبری جهان پخش شده. در این میان یک آزمایش است که تصویری از آن پخش نشده ولی جنجال آفرین بوده. آزمایشی که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا 10 آذر ماه در توییترش خبر داد. شورای امنیت به درخواست فرانسه و بریتانیا برای بررسی این آزمایش موشکی جلسه‌ای پشت درهای بسته تشکیل داد. نتیجه ابراز نگرانی بود. ما متوجه نقش مشروع ایران در منطقه هستیم، متوجه نیازهای مشروع دفاعی ایران هم هستیم، ولی بر اساس اطلاعاتمان فکر می‌کنم موشک‌هایی که اول دسامبر شلیک شدند از نوعی بودند که فراتر از نیازهای مشروع دفاعی ایران هستند. امروز اما امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفته ما تست‌های موشکی‌مان را انجام می‌دهیم و این کار اخیر هم تست مهمی بود. آقای حاجی‌زاده همچنین گفته ایران 40 تا 50 آزمایش موشکی در سال انجام می‌دهد. بعضی می‌گویند آزمایش مهمی که فرمانده موشکی هوافضای سپاه اشاره کرده نسل جدید موشک‌های بالستیک خرمشهر است که اوایل پاییز پارسال رونمایی شدند. موشکی با برد 2000 کیلومتر که میتواند اسرائیل و عربستان سعودی و حتی کشورهای اروپای شرقی را هدف قرار دهد. غربی ها میگویند این آزمایش خلاف قطعنامه 2231 است. قطعنامه‌ای که میگوید از ایران میخواهد از هر گونه فعالیت مربوط به موشک‌های بالستیک که برای داشتن قابلیت ارسال سلاح هسته‌ای طراحی شده باشد، شامل پرتاب با استفاده از چنین فناوری موشکی بالستیک خودداری کند. وزیر خارجه ایران هم در این مورد پاسخ داده است. خود آمریکایی‌ها هم اعتراف کردن، هم در دولت گذشته هم در این دولت، که نه برجام و نه قطعنامه 2231 فعالیت موشکی ایران رو ممنوع نمی‌کنه. هم خانم شرمن در جلسه سنای آمریکا این حرف رو زد در دوره مذاکرات، و هم آقای برایان هوک 2 ماه پیش گفت که قطعنامه 1929 ایران رو مجبور میکرده، در صورتی که قطعنامه 2231 فقط از ایران یه تقاضایی میکنه، اونم در مورد یک نوع به خصوصی از موشک. آنچه حالا مسئله ساز شده ساخت و آزمایش موشک‌های بالستیک است که فرمانده نیروی هوافضای سپاه هم در سخنرانی دانشگاه علم و صنعت این موضوع را انکار نمی‌کند. بالاخره ماهواره موقعی که تو مدار زمین قرار میدیم معلومه خیلی کارهای دیگه هم بلدیم میکنیم. اینکه ما محدودیتی رو پذیرفتیم با کسی چیزی امضا کردیم، نه همچین چیزی نیست.
ما خودمون تصمیم میگیریم بر اساس نیازمندی. اینم وحی منزل نیستش که بگیم مثلا عدد 2000 تا گفتیم، نه، ما ممکنه نیاز داشته باشیم، کسی ما رو محدود نگه، اصلا به کسی ارتباطی نداریم موضوع. ولی آنچه که تا به الان تدبیر شده، تصمیم گیری شده، به واسطه نوع نیاز ماست. ما الان عمده پایگاه‌های دشمنانمون می‌بینیم تو فاصله 300 400 500، یعنی بیشترین تمرکز تو همین فواصله، و مرحله بعد با یه تعداد کمتری تو فاصله 700 800. با وجود تاکید مقام‌های ایران بر دفاعی بودن برنامه موشکی ایران، به نظر برخی این کشور راه کره شمالی را در پیش گرفته است، استفاده از تهدید موشکی برای امتیاز گرفتن از غرب. شهریار سیامی، بی بی سی. ماهانا بدین، تحلیلگر مسائل ایران در وبسایت میدل ایست آی از آکسفورد بریتانیا همراه ماست. آقای آبدین، به نظر شما چرا اینقدر ایران صبر کرد 10 روز تا تایید کنه این آزمایش رو؟ این دلایل گوناگونی میتونه داشته باشه. من در جایگاهی نیستم که دلیل در واقع خیلی مشخصی رو برای شما ارائه کنم، ولی اینکه ایران اعلام کرده، پذیرفته و به نوعی به این موضوع پرداخته، برمیگرده به اهمیت توانایی موشک‌های بالیستیک در حوزه امنیت ملی ایران، چون این مؤثرترین ابزار بازدارندگی ایران تلقی میشه و نهادهای قدرت گوناگون در ایران نمیخوان در واقع این توانایی چه در چارچوب برجام و چه در چارچوب تعاملات منطقه‌ای خدشه‌دار بشه. مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه، هم از شهر واشنگتن به ما پیوسته. آقای خلجی، ما داشتیم از اون صحبت میکردیم که چه شد، چرا ایران انقدر صبر کرد تا این آزمایش رو تایید کنه، نظر شما چه است؟ من نمیدونم چرا انقدر صبر کرد، ولی فکر میکنم که ایران در یک موقعیتی هست که احساس اعتماد به نفس بالایی داره نسبت به موقعیت خودش در منطقه، به دلیل اینکه ما در منطقه زندگی میکنیم که همه از جنگ خسته شدن و در حقیقت جنگ های کلاسیک دیگه کسی علاقمند نیست بهش، نه بازیگران منطقه‌ای، نه بازیگران خارج از منطقه، و در نتیجه فضا برای ایران خیلی خالی هست. ایران میتونه اینجور قدرت نمایی ها رو بکنه برای اینکه اهداف خودش رو در منطقه پیش ببره. آقای آبدین، موافقید که الان فضا آروم هست؟ امروز آقای روحانی که صحبت‌هایی که بعد از شورای هماهنگی اقتصادی انجام داده بود از بین اشاره کرده بود که ما الان در منطقه همه دست‌ها دست ما بوده، سوریه وضعیتش اینطور شده، یمن الان داره مذاکرات صلح انجام میشه و ما پیروز میدان بودیم. شما موافقین؟ خب از نظر میدانی این شاید درست باشه، منطقه آرومه و در واقع کسی هم خواستار شروع جنگ جدیدی نیست، ولی شما اگه منظره در واقع راهبردی و ژئوپلیتیک رو مد نظر قرار بدی، با توجه به تهدیدهای دولت آقای ترامپ مبنی بر توقف هر گونه تحرک موشکی از سوی ایران، ربط دادن برنامه موشکی به برنامه اتمی و در واقع خواستار یک معامله جدید که هر دو این موضوع رو در بر میگیره، خب مراکز قدرت در ایران در اینجا احساس تهدید میکنن، چون همونطور که پیشتر من خدمتتون عرض کردم، توانایی موشکی یگانه یا اگه قدرتمندترین ابزار، مؤثرترین ابزار بازدارندگی ایران به شمار میان، و قطعنامه 2231 در ارتباط با برجام چنانچه تست های موشکی که در ارتباط با برنامه اتمی باشه، یا به عبارتی دقیق تر موشک هایی که توانایی حمل کلاهک اتمی رو داشته باشن، ممنوع میکنه، ولی انقدر جامع هست که در واقع به هیچ وجه نمیشه این امتداد داد به تمام تست های موشکی. اتفاقا آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه در 29 مارچ 2016 زمانی که برجام داشت عملیاتی میشد، یک نامه‌ای به دبیر کل وقت شورای سازمان ملل متحد آقای بان کی مون فرستادن که در واقع شاکی از این موضوع بودن که ایران تست های آزمایش های موشکی خودش رو ادامه میده، ولی این هیچ تبعاتی برای ایران نداره، چون این قطعنامه در واقع هیچ نوع
جریمه رو متضمن نمی‌کنه در ارتباط با استمرار تست های موشکی. و فکر میکنم تمام ارکان حاکمیت در ایران، چه نیروهای مسلح چه دولت، بر این موضوع پافشاری میکنن که برنامه موشکی جدا از برنامه اتمیه. و من اتفاقا این تست اخیر رو بی ارتباط نمیدونم با سیاست های اعلامی و تهدید های دولت امریکا مبنی بر قطع برنامه موشکی ایران. آقای خلجی، آمریکا، آقای ترامپ و دولتش خب سیاستاشون مشخصه و مشخصا از این میگن که ایران اصلا نباید هیچ فرایند موشکی انجام بده، آزمایش موشکی انجام بده، حتی اگر به کلاهک‌های هسته‌ای ربط نداشته باشه. آیا این حق ایران نیست که همونطور که آقای عابدی میگن از خودش دفاع کنه و در منطقه حالا با توجه به شرایط دست بالا رو نگه داره برای خودش، اونطور که شما هم گفتید؟ ایران در برابر چه چیزی از خودش دفاع بکنه؟ هیچ تهدیدی نیست که ایران رو متوجه ایران باشه. در حقیقت برنامه موشکی ایران مثل برنامه هسته‌ای ایران ضد امنیت ملی است و اتفاقا امنیت ملی رو به خطر میندازه. این یک دروغ بزرگ. شما معتقدید که دولت آقای ترامپ هیچ تهدیدی علیه ایران نیست؟ نه، تهدید نظامی نیست. تهدیدی که ایران بخواد با برنامه موشکی یا برنامه هسته‌ای بهش جواب بده. ببینید، سپاه پاسداران در سالهای اخیر تونل‌های بزرگی رو در به قول خودشون در همه استان‌های کشور درست کردن که در اینها موشک‌ها در اونجا نگهداری میشه یا در موشک‌ها در اونجا تولید میشه. به عبارت دیگه ما در ایران، کشور ایران الان روی موشک نشسته و این یعنی که شما تمام کشور رو تبدیل به خط مقدم جبهه کردین، خط مقدم جنگ کردین و یک خطر بزرگی رو معطوف کردین به همه شهروندان ایران در هر جای ایران که هستن. خب این اصلا با هیچ منطق سازگار نیست. از طرف دیگه وقتی که جمهوری اسلامی برنامه موشکی مخفیانه رو پیش میگیره و همونطور که دیدیم آزمایش موشک‌های بالستیکش رو مخفیانه انجام داد و بعد از اینکه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در حقیقت گفتند، اینها اعتراف کردند، چه تضمینی هست که جمهوری اسلامی چه تضمینی داره که برنامه هسته‌ای مخفی نداشته باشه؟ چه تضمینی داره که با شکل‌های مختلفی در حقیقت بمب اتمی درست نکنه؟ این بی‌اعتمادی که بین ایران و کشورهای دیگه هست. اجازه بدید آقای خلجی تموم کنن صحبتشون رو. بله آقای عابدین، شما مسئله ایران و آقای خلجی عزیز، اگه اجازه بدین من وقت رو بدم آقای عابدین به این بحث تیکه از صحبتاتون جواب بدن. یک نکته در ارتباط با برنامه موشکی، این برنامه موشکی ایران جنبه مخفی نداره و هیچ قدرتی، هیچ کشوری ملزم نیست که بیاد یک آزمایش موشکی رو به دنیا اعلام بکنه. و اتفاقا ایران در چه در گذشته و چه در حال حاضر، حالا شما میگین 10 روز گذشته، من این موضوع رو زیاد مهم نمیدونم، هیچ وقت این موضوع رو پنهان نکرده، با آب و تاب به این مسائل پرداخته و حتی قبل از این موضوع اعلام کرده. چون معمولا تست های موشکی ایران در موقعی انجام میشه که یک رزمایش بزرگ نظامی در شرف تکوین در حال اجرا هستش، بنابراین هیچ جنبه مخفی نداره. اما آقای عابدین، ببخشید، به نکته دوم که آقای خلجی گفتن که هیچ تهدیدی متوجه ایران نیست، من این فکر میکنم خیلی دور از واقعیت ها باشه، چون ایران حداقل با 3 تهدید مشخص و متعارفی روبروسه، که اسرائیلیا هستن که اتفاقا مداوم ایران رو به حمله نظامی تهدید کردن، به ویژه در گذشته در زمان قبل از برجام. خود آمریکایی‌ها یک تهدید بالقوه‌ای به شمار میان با توجه به حضور مقتدرشون در حوزه خلیج فارس، و اتفاقا کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عربستان، امارات، بحرین که اتفاقا حالا ممکنه اینا برنامه موشکی قدرتمندی نداشته باشن ولی نیروهای نظامی متعارف. اما آقای عابدین، نکته‌ای که آقای خلجی داشتن اشاره می‌کردن که منم می‌خوام یه جنبه دیگه بهش اضافه کنم، اینه که چیزی که آمریکا میگه اینه که ما جنگمون یعنی جنگ زمینی به نظر میاد که جزء گزینه‌های اولش نیست، جنگ اقتصادیه. در چنین شرایطی چرا باید ایران، سوال اینه، چرا باید ایران به جای اینکه دفاعش رو روی اقتصاد بذاره، رو به بهتر کردن معیشت مردم و وضعیت اقتصادی که اون جنگ رو ببره، باید پول صرف موشک و آزمایش‌های موشکی بکنه؟ این مسئله مقولات مختلف داره. البته این نظریه محترم شماست که میگید بحث
برخورد نظامی چیز محتملی نیست. این مقولات مختلفی، بله، یک مقوله بخش اقتصادی، یکیش بخش سیاسی، بخش فرهنگی، بخش جنگ روانیه. ولی ببینید، شما در حوزه دفاعی همیشه باید یک توانایی مقتدری داشته باشی. یعنی ایران اگر این توانایی مؤثر بازدارندگی رو نداشت، اون موقع در معرض یک معرض جدی حمله مستقیم قرار می گرفت از سوی آمریکایی ها، شاید از سوی قدرت‌های دیگر. و اتفاقا این نیروی بازدارنده است که احتمال یک درگیری مستقیم رو کاهش میده. و یک نکته دیگه برمیگرده به دیپلماسی ایران در منطقه. این قدرت بالای نظامیه که میتونه متضمن حضور مؤثر دیپلماسی هم باشه. من اشاره میکنم مستقیما به نزاع یمن که در حالا یک مذاکرات صلح در استکهلم سوئد در شرف تکوین هستند، که ایران اتفاقا میتونه در این حوزه ها مؤثر عمل بکنه، مشهود بر این که توانایی بالای نظامی هم داشته باشه. آقای خلجی، من میخوام این نکته آقای عابدین رو یک جور دیگه بیان بکنم. مثلا کشوری مثل کره شمالی، کشوری مثل پاکستان یا هند که بمب اتم دارن، بمب اتم رو برای این که الزاماً فکر میکردن ممکن جنگ اتمی راه بیفته نذاشتن، نساختن، رفتن بحث بازدارندگی. آیا ایران نباید چنین سیاست مشابهی رو در پیش بگیره؟ بله، اولا اجازه بدین که من همون مقداری که همون میزان وقتی که آقای عابدین صحبت کردن منم صحبت بکنم. حتما بفرمایید. در حقیقت انصاف رعایت بشه. ببینید، جمهوری اسلامی تمام این تهدیدایی رو که ایشون گفتن خودش ساخته، یعنی خودش اول تهدید کرده. هرگز اسرائیل ابتدا به ساکن نگفته که ما به ایران حمله میکنیم. جمهوری اسلامی از ابتدای تأسیسش نابودی اسرائیل رو در برنامه خودش قرار داده، بنابراین تهدیدها رو خودش تولید کرده، یا سیاست ضد آمریکایی رو خودش تولید کرده، یا روابط پرتنشی که با کشورهای عربی داره مقصرش خود ایران هست در درجه اول. بنابراین اصل سیاست ایران سیاست تهاجمی است، نه سیاست دفاعی. برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشک ایران، برنامه تهاجمی است. وقتی که روی موشک‌ها می‌نویسن اسرائیل باید نابود شود، این یعنی دفاع نیست. مسئله جمهوری اسلامی این هست که مثل یک امپراتوری عمل بکنه و در حقیقت دامنه نفوذ خودش و قدرت خودش رو در سراسر خاورمیانه گسترش بده. جمهوری اسلامی در حقیقت رهبر جمهوری اسلامی رهبر مسلمین جهان هست. این یک نکته. نکته دیگه این که اگر جمهوری اسلامی درست هست که جمهوری اسلامی در بسیاری موارد الزام قانونی نداره که خیلی چیزها رو اعلام بکنه، ولی ما راجع به قانون صحبت نمی کنیم. مشکل جمهوری اسلامی در زمینه سیاست خارجیش مسائل قانونی نیست، مشکل سیاسیه. یعنی برنامه هسته‌ای ایران و برنامه موشک ایران حتی اگر طبق قانون باشه خلاف امنیت ملی است، به دلیل اینکه بی‌اعتمادی بین ایران و کشورهای دیگر رو افزایش میده و موجب میشه که همون چیزایی که اینا ازش اسم میبرن به عنوان تهدید، اون تهدیدها افزایش پیدا بکنه. اتفاقا اگر جمهوری اسلامی یک برنامه هسته‌ای نظامی داشته باشه، دلیل بسیار موجهی هست برای اسرائیل و برای آمریکا که به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله بکنه و من نباید این بهانه داده بشه. یعنی جمهوری اسلامی در حقیقت به اسم یک سیاست دفاعی یک سیاست تهاجمی رو در پیش گرفته که اتفاقا ایران رو به سمت جنگ و به سمت برخوردهای بسیار پرخشونت و خطرناک میبره. ممنون از هر دوی شما، مهدی خلجی پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه و ماهان عابدین تحلیلگر مسائل ایران همراه ما. شب سرگرم باشن، خبر کوتاه ادامه میدیم. نخست وزیر عراق میگوید هیئتی را به آمریکا میفرستد تا درباره معافیت عراق از تحریم ها علیه ایران گفتگو کند. عراق میخواهد که بتواند به واردات گاز از ایران ادامه دهد. عادل عبدالمهدی گفته آمریکا برای یافتن راه حلی در جهت برداشتن فشار از دوش عراق همکاری میکند. او گفت موضوع گاز بسیار حساس است چون به برق مورد نیاز عراق مربوط میشود. گروهی از مهمانداران شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما در محل وزارت راه و ترابری تجمع کردند. این مهمانداران میگویند به شرایط کاریشان و بی‌توجهی مدیران هما به خواسته هایشان اعتراض دارند. آنها خواهان قرار گرفتن شغل مهمانداری در گروه کارهای سخت و زیان آور و همینطور بهبود شرایط حقوق پرداختیشانند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده که اگر دموکرات‌های کنگره با بودجه ساخت دیوار مرزی با مکزیک موافقت نکنند، به ارتش مأموریت می‌دهد که این دیوار را بسازد. رهبران دموکرات‌های کنگره امروز در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار می‌کنند تا درباره بودجه جدید مذاکره کنند. اختلاف بر سر بودجه از جمله 5 میلیارد دلار مورد نظر آقای ترامپ برای ساخت دیوار مرزی، دولت آمریکا را در معرض تعطیلی قرار داده. و مجله تایم گروهی از روزنامه‌نگاران رو به عنوان شخصیت برگزیده امسال انتخاب کرده. تایم آنها را پاسداران حقیقت نامیده. از جمله این روزنامه‌نگاران جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی است که در کنسولگری عربستان در استانبول به قدر رسید. والون و کیاسو، دو خبرنگار خبرگزاری رویترز هم که به خاطر تحقیق درباره کشتار مسلمانان روهینگیا در میانمار زندانی شدند، در این گروه هستند. همینطور ماریا رسا، سردبیر یک وبسایت فیلیپینی منتقد رئیس جمهوری این کشور. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران میگوید تعداد افرادی که زیر خط فقر هستند افزایش یافته. بر اساس گزارش سازمان پژوهش‌ها، قدرت خرید شهروندان ایرانی در 6 ماه اول امسال کاهش پیدا کرده. همچنین خط فقر که معمولاً هیچ نهادی آن را به طور رسمی منتشر نمی‌کند، برای یک خانوار 4 نفره در تهران معادل 2,728,000 تومان برآورد شده. مریم افشان گزارش می‌دهد. اقتصادی ایران بد است و بحرانی، این را خیلی ها میگویند. بسیاری گزارش ها حکایت از فقیرتر شدن مردم داره، هر چند آماری رسمی از کسانی که زیر خط فقر هستند در دست نیست. حالا مرکز پژوهش های مجلس ایران گزارشی از افزایش خط فقر در استان های مختلف کشور منتشر کرده. این نقشه تقسیم شده به 4 خوشه. شهرستان تهران یکی از خوشه هاست که مرز فقر در اون تا تابستون امسال به نزدیک 3 میلیون تومان رسیده. این رقم نسبت به بهار امسال 11% افزایش داشته. کمترین خط فقر مربوط به خوشه دوم و شهرهای استانهایی مثل اردبیل، خوزستان، خراسان رضوی، فارس، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد بوده. متوسط خط فقر در خوشه ماهانه 1,331,000 تومان برآورد شده. مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده که سرعت رشد خط فقر در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری شدیدتر بوده. برای اینکه تصویر روشن‌تری از بالا رفتن فقر داشته باشیم، شاید بهتر باشه نگاهی بکنیم به افزایش قیمت چند قلم مواد غذایی از سال گذشته تا هفته گذشته. گوجه فرنگی بیش از 201% افزایش داشته، یعنی حدود 3 برابر نسبت به پارسال گران‌تر شده. تخم مرغ یکی دیگر از مواد غذایی اساسیه که بیش از 78% افزایش داشته. سیب زمینی حدود 77% بالا رفته. افزایش قیمت گوشت گوساله هم زیاد بوده، بیش از 60%. شیر از جمله لبنیاتی است که بیش از 57% افزایش قیمت داشته و برنج خارجی 54% افزایش داشته. به جز گوجه فرنگی بقیه اقلام 2 برابر شدند. البته سیر صعودی قیمت غذاهای اساسی در ماه‌های گذشته هفته به هفته افزایش داشته. این شماره امروز روزنامه ایرانه. در گزارشی با عنوان گرانی کله پاچه مردم رو سیرابی خور کرده، از فواید سیرابی نوشته و توضیح داده بهای بیشتر باعث شده تا دوستداران کله پاچه سیرابی ارزان‌تر رو جایگزین کنند. اتفاقی که مدت هاست برای بسیاری از غذاهای اساسی افتاده. مثلا بعضی ها حبوبات رو جایگزین گوشت کردن. در ماه‌های گذشته کمتر شهری در ایران بوده که شاهد تجمعات اعتراضی مختلف و متفاوت نباشه. دلیل اصلی اکثر این تجمعات وضعیت بد معیشتیه. حالا مقام‌های دولتی میگن یکی از اهداف بودجه سال آینده کاهش فقر مطلقه، هدفی که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند با شرایط موجود مقدور نیست. ممنونم مریم افشنگ. حسن منصور، استاد مدرسه عالی آمریکایی اقتصاد در پاریس از شهر بورنموس بریتانیا با ماست و علی مزروعی، نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس ششم ایران از بروکسل بلژیک. آقای مزروعی، با شما شروع میکنم. به نظر شما افزایش تعداد فقرا در ایران ناشی از تحریم هاست یا سوء مدیریت؟ ما
با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. خب اگر بخوایم وارد بحث فقر و این سوالی که شما کردید، احتیاج هست که به فضای محیطی و محاطی ایران به طور کلی اشاره کنیم و مجموعه سیاست‌گذاری هایی که در این سالها انجام شده. طبعا بحث فقر و توزیع درآمد یکی از مباحث بسیار مشکلزای اقتصادی هست در ایران و کشورهای دیگه، و طبعا بایستی با توجه به مقاطع مختلف در کشور بهش پرداخت. در سال اخیر که مورد گزارش شما بود، خب طبعا این به خاطر فضای محاطی است که بر ایران به وجود اومده و ایران تحت تأثیر تحریم‌های یک جانبه امریکا قرار گرفته و تا حدودی روابط اقتصادی ایران با دنیا به دلیل قطع مسائل مالی و بانکی قطع شده و طبعا این تأثیرات خودش رو فضای داخلی گذاشته. در داخل هم ما می‌دانیم که فضای سیاسی و فضای کسب و کار به دلیل تنش‌های داخلی مساعد نیست و مجموعاً اینها باعث شده که ما مواجه با یک نرخ تورم بالا و رشد اقتصادی پایین باشیم و این خودش رو سرریز میکنه در توزیع درآمد و وضعیت اقتصادی رو به ضرر گروه‌های کم درآمد و به نفع گروه‌های پردرآمد تغییر میده. و این گزارشی هم که شما دادید به نوعی بازتابی این وضعیت. آقای منصور، نظر شما چه؟ فکر می‌کنید که چقدر وضعی که درش قرار داره اقتصاد ایران نتیجه سیاست‌های 14 اخیره، چقدرش متأثر از تحریم‌ها؟ به صورت مختصر خانم عرض کنم که هیچ ربطی به تحریم‌ها نداره. این پدیده تحریم‌ها از نقطه شروع شده، ولی این مقوله فقر مقوله بسیار ریشه‌داری در ایرانه. ببینید، به صورت مختصر می شود گفت که ایران در 40 سال گذشته به لحاظ تولیدی از رشد بهره‌وری در تولید محروم شده به علل بسیار بغرنج و عرض کنم ناکارآمدی نظام تولیدی. مسئله این است که در درجه اول باید ثروتی تولید بشود که بعد به توزیعش اندیشه بشه. در ایران حدود 10 تا 11 میلیون نفر از صندوق‌های کمک دولتی پول می‌گیرند، یعنی در مرز فقر زندگی می‌کنند. گنگهی با این افزایش قیمت‌ها، طبقات متوسط که در دیروز جز فقرا محسوب نمی‌شدند، خواه و ناخواه در ردیف فقرا قرار می‌گیرند. گزارش مجلس، گزارش‌های دیگه، گزارشی که حدود 1/3 مردم ایران رو زیر خط از طرف مجلس زیر خط فقر نشون میده و گزارشی دیگری که رقم رو بالاتر از این میگیرن، یعنی در تهران امروز یا در شهرهای بزرگ حدود 3 تا 4 میلیون تومان برای خانوار 4 نفره خط فقر تعریف میشه. شما به سطح درآمد خانوار و بودجه خانوار نگاه بکنید، بسیاری از خانوارها زیر این خط قرار میگیرند. به این ترتیب پدیده ذاتی این نظام تولیده و مشکلاتش هم ربطی به مسئله تحریم نداره. تحریم تشدید میکنه در شرایطی شما این نقاط ضعف رو داشته باشید، ولی اصل قضیه در جای دیگه است. آقای مزروی، شما زمانی از سیاست‌گذاران در ایران به نوعی محسوب میشدید، توضیحتون چیه درباره نظری که آقای منصور را کردن؟ من ابتدا این توضیح رو بدم که بر طبق آمارای اقتصادی، مسئله توزیع درآمد و فقر از ابتدای دهه 50 و با بالا رفتن درآمدهای نفتی و توزیع این درآمد در کشور به صورت ناعادلانه افزایش پیدا کرده. حتما اگر به آمار رجوع بشه ملاحظه میشه که بدترین سالهای توزیع درآمد در ایران و افزایش شکاف طبقاتی به سالهای 54 تا 56 تعلق داره، به گونه ای که آمار نشون میده در سال 56 56% درآمد ملی نصیب 20% ثروتمند جامعه میشده، 2 دهک ثروتمند جامعه، و دهک ثروتمند جامعه در اون دوران 38% دهک فقیر از درآمد ملی برداشت میکرده.
و خب میدونیم 52% جمعیت کشورم در روستاها زندگی میکردن. این وضعیت البته در سالهای بعد از انقلاب بهبود پیدا کرده، هرچند فراز و نشیب داشته، به طوری که مثلا در سال 95 نزدیک به 48% درآمد ملی به اون 20% تعلق میگرفته و دهک ثروتمند 17 برابر دهک فقیر برداشت میکرده، یعنی اون 38 برابر به نصف تقلیل پیدا کرده. بنابراین در سالهای بعد از انقلاب روند فقر زدایی در جامعه به نسبه بهتر بودش و میدونیم شهرنشینی از 48% به حدود 80% افزایش پیدا کرده. به لحاظ شاخصهای جهانی هم اگر ما بخواییم باز مقایسه کنیم، گزارش های بین المللی و به خصوص گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد نشون میده که روند توسعه انسانی در سالهای بعد از انقلاب در ایران خوب بوده و بهبود پیدا کرده و ایران در رده کشورهای با توسعه خوب رده بندی میشه. آقای مطروی، آماری که ارائه میدید با علم به این هستش که بسیاری از نهادها در ایران هستن که نه مالیات میدن نه مشخص هست چقدر درآمد دارن. همین دیروز وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که آیت الله خامنه ای میلیاردها دلار صرفا در سال گذشته درآمد داشته. پس این که شما با اطمینان میگین که دهک ثروتمند ایران کوچکتر از قبل از انقلاب شده، قاعدتا با علم به اینه که بسیاری از بخش های ثروتمند ایران اصلا ثبت نمیشه میزان ثروتشون، درسته؟ نه، البته اون گزارش که شما بهش اشاره کردید، چون من اون گزارش رو ندیدم نمیتونم راجبش الان اظهار نظر کنم، ولی این چیزی که من میگم مبتنی بر گزارش های بین المللی است. ولی من میخواستم اضافه کنم به رغم این بهبودی که در سالهای پس از انقلاب حاصل شده، طبعا وضعیت توزیع درآمد و فقر در ایران مطلوب نیست و اتفاقا با آرمانهای اولیه انقلاب که یکیش عدالت اجتماعی بوده منطبق نیست و قطعا از این نظر عملکرد اقتصادی مجموعه نظام جمهوری اسلامی قابل انتقاد هست. ولی اینکه این رو فقط ما به سالهای بعد از انقلاب مرتبط کنیم و سالهای قبل از انقلاب رو ندید بگیریم طبعا نادرست هست و منم با این گزاره که تولید اقتصادی ایران در تناسب با مطالبات جامعه و نیازهایی که بایستی مرتفع بشه و به خصوص در مسیر توزیع درآمد خوب عمل نشده موافق هستم و فکر میکنم بزرگترین مشکل اقتصادی ایران همین عدم رشد تولید در تناسب با نیازهای جامعه است. از اون طرف مسئله که به این وضعیت دامن زده ناشی از نرخ تورم هست و این نرخ تورم خب ناشی از افزایش نقدینگی هست که به نظرم دولت‌های بعد از انقلاب در این زمینه انضباط مالی و پولی نداشتن. بله. و این تورم هست که در واقع همیشه وضعیت رو به ضرر گروه‌های کم درآمد به هم میزه. متشکرم. آقای منصور، از گذشته عبور بکنیم، به نظر میاد که به هر حال دولت مردان ایران واقف هستند به وضعیت، به همین دلیل در بودجه پیشنهادی دولت پیش بینی شده که 20% افزایش حقوق داشته باشند به شکل پلکانی کارمندان و بازنشسته ها. افزایش نقدینگی که آقای منصوری هم بهش اشاره کردن به نوعی ادامه دار خواهد بود، فکر میکنید که کمک خواهد کرد به وضعیت فقر در ایران؟ ملاحظه بفرمایید. یکی نکته را به سرعت عرض بکنم. ببینید، تولید از آغاز انقلاب تا کنون به قیمتهای ثابت تقریبا 1.5 برابر شده، جمعیت 2.5 برابر شده، نقدینگی 3500 برابر شده. در بیام به سال به همین امسال در بودجه، در بودجه افزایش 20% در کنار افزایش قیمت‌ها تورمی در حدود حداقل 20-30% در نتیجه خود بودجه که انقباضی هست، سطح زندگی مردم هم انقباضی خواهد بود، یعنی قدرت خرید همین افراد حقوقشون اضافه میشه، با این اضافه حقوق قدرت خریدشون کمتر میشه نه بیشتر. به این ترتیب قابل فهمه که در شرایط امسال
وضعیت دولت در شرایط دشواری است، دستش به هیچ‌وجه باز نیست، ولی هنوز آمار و ارقام اقتصاد در اختیارمون قرار نگرفته. من دست نستم دسترس پیدا بکنم، برای این تمام سایت ها بستن در این زمینه، ولی به نظرم میرسه که اون ساختار معیوب بودجه در ایران ادامه پیدا کرده و با این ساختار معیوب درمان فقر در این بودجه دیده نخواهد شد. آقای مزرعی، اگر خیلی کوتاه لطف کنید، فکر میکنید که دولت اراده و توان مقابله با این فقر گسترده رو داره؟ با این شرایط محیطی و محاطی که الان ایران باش مواجه هست قطعاً نه. به نظر من اولین اصلاحی که باید در این شرایط صورت میگیره، اصلاح در مسیر سیاست خارجی هست. یعنی اگر سیاست خارجی ایران به این شکلی که الان وجود داره ادامه پیدا بخواد بکنه و ایران رو بیشتر از گذشته در تنگنای اقتصادی قرار بده، طبعا دولت در این شرایط خیلی قدرت مانور نداره، منهای مسائل و مشکلات داخلی. به نظر من مسئله اقتصاد در ایران در درجه اول وابسته به مسائل سیاسی هست و این احتیاج به یک اصلاحاتی دارد، هم در زمینه سیاست خارجی و بعد در زمینه سیاست داخلی. وگرنه دولت در حد خیلی کمی قدرت مانور داره و همونطور که گفته شد مشکل فقر و توزیع درآمد با توجه به همین وضعیت بودجه‌ای که الان ما می‌بینیم و مسئله تورم که وجود داره چندان راهگشا نخواهد. آقای منصور، فکر می‌کنید که آیا الان رسیدیم به نقطه اوج بحران و بعد از این ممکنه بهتر بشه یا اینکه نه، ممکنه به همین در همین مسیر ادامه پیدا بکنه؟ ببین، امید و آرزو اینه که بهتر بشه، ولی شاخص ها نشون نمیده که با به اون صورت به اون جهت داریم حرکت میکنیم. یعنی همونطور که عرض کردم، من هنوز ارقام و بودجه رو ندیدم، برای اینکه باز نمیشه اینا، ولی به هر صورت نو خواهیم دید دیر یا زود. به نظرم میرسه که با اون ساخت این، فقط اشاره کنم که رقم کلی نگفته باشم، ببینید حدود دو سوم بودجه نهادهای انقلابی و دولتی است، میمونه یک سوم برای اداره مملکت. اون یک سوم شما درآمدها رو در برابر تعهدهای دولت بگذارید، در اونجا نه بخش مالیات ها، نه بخش استقراض از طریق اوراق مشارکت، نه بخش جرائم و دیگر چیزها، اینا انعطاف پذیر نیستن. تنها چیزی که انعطاف داره درآمد نفتی است و درآمد نفتی رو نمیشود اضافه کرد مگر معادل ریالیش رو دولت میخواد اضافه کنه از طریق بالا بردن نرخ ارز، و این عملا سرشکن میشود روی قیمت ها و زندگی رو بر مردم دشوارتر و دشوارتر میکنه. آینده نزدیک جز این فعلا پیش روی ما نیست. متشکرم. حسن منصور، استاد مدرسه عالی آمریکایی اقتصاد، و علی مزرعی، نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس ششم ایران. یکی از فرزندان مهدی کروبی میگوید قرار نیست پدرش از حبس خانگی آزاد شود. پیشتر حسام الدین آشنا از مشاوران رئیس جمهوری ایران گفته بود که از حصر فقط پوسته باقی مانده. حسین کروبی میگوید گشایش کمی در حصر رخ داده، اما ارتباط آنها با بیرون به استثنای دیدار با اعضای درجه یک خانواده همچنان قطع است. مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد که از رهبران اعتراضها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بودند، نزدیک به 8 سال است که در حصر خانگی هستند. همکارم حسین باستانی اینجا در استودیو همراه منه. حسین، موضوع اینه که از زمانی که آقای روحانی به قدرت رسید، حتی شعارهای انتخاباتیش بحث حصر و شکستن حصر خیلی مطرح بود. در دوره دوم آقای روحانی حتی خبرهایی میومد که خیلی احساس میشد حصر خیلی کمتر شده، خیابان اختر تغییرات پیدا کرده. چه شد الان پسر آقای کروبی میگه که احتمال نداره که آزاد شن؟ خب ببینید، به هر ترتیب از ابتدا که بحث های مرتبط با حصر یک مقدار به فضای عمومی بیشتر اومد، تأکید آیت الله خامنه ای که خب به نظر میاد تردیدی وجود نداره که تصمیم گیر اصلی هست این ارتباط دیگه، تعبیرو این بوده که یک کسانی اومدن در 88 و اعتراضات بعد از اون آبروی نظام رو بردن و این مسئله به سادگی قابل گذشت نیست.
که آبروی نظام هم وقتی مطرح میشه انگار داریم راجع به آبروی رهبر صحبت میکنیم دیگه. مثلا در مورد حالا فرض کنید عبارت کلی نظام، حالا اگر آبروی یک رئیس جمهوری بره، حالا اون رئیس جمهور میخواد حسن روحانی باشه، محمود احمدی نژاد باشه، محمد خاتمی باشه، هر کی، بعید به نظر میاد که این مسئله خیلی بزرگی باشه که آبروی نظام تلقی بشه در بیان رهبر. آبروی نظام خب طبیعتاً میشه انگار آبروی رهبر. و خب از حالا به بعد دیگه انگار که قضیه به این صورت در اومده بود که تعبیر ایشون و نگاه ایشون به داستان این بود که کسانی اومدن و هزینه حیثیتی به آبروی رهبر وارد کردند، حالا نمیشه که اونها از این وضعیت خارج بشن مگر اینکه سهم خودشون رو از محل آبروی خودشون پرداخت کنن. به چه صورت؟ خب پیشنهادهای مختلفی مطرح میشد. گفته میشد که اینها باید توبه کنن، اینها باید جبران کنن، اینها باید عذرخواهی کنن. خب این اتفاقات نیفتاد. به هر ترتیب هم در موضوع مشخص حصر اثبات شده در تجربیات قبلی دوران رهبری آیت الله خامنه‌ای که خب معمولاً ایشون درگیری ذهنی جدی داره در ارتباط با اینکه به لحاظ حیثیتی داره داستان به کدوم سمت میره. مثلا شاید این روایت رو شنیده باشید دیگه، در زمانی که مثلا آقای آذری قمی که از مدافعان جدی و نظری پردازان جدی حامی آیت الله خامنه ای بود، در زمانی که او به هر حال به مرجعیت ایشون شبهه‌ای رو وارد کرد، خب بعد در معرض حصر قرار گرفت و این ادامه پیدا کرد تا زمانی که او داشت میمرد. و در اون زمان خب آقای محمد مؤمن قمی که عضو شورای نگهبان هم از همین الان و اون وقت هم بود، میره پلی آیت الله خامنه ای میگه که بذارید این آخرای کار بیاد از حس بیرون چون که وضعیتش خطرناکه، داره میمیره. جواب آیت الله خامنه ای بوده که به درک، جوری که خود آقای مؤمن نقل کردن. یا در مورد آقای منتظر، این اتفاق مثلا مال سال 77 بود، پاییز 77 بود، پاییز 76 در مورد آیت الله منتظری وقتی که ایشون باز دوباره از قضا موضوع مشابهی بود، شبهه رو به مرجعیت آیت الله خامنه ای وارد کرد. خب در یک سخنرانی که خب خیلی در یادها موند، آقای خامنه ای اومد و با الفاظی مثل حسود و نفهم و ساده لوح، یعنی مشخص بود که شخصا درگیر داستان شده و خب اون شروع حصری بود که 6 سال ادامه پیدا کرد. در مورد محصورین بعد از 88 هم به نظر میاد که همین حال و هوا کم و بیش تکرار شده. انتظار بوده که اینها توبه کنن، عذرخواهی کنن. خب اتفاقی که اونها میخواستن نیفتاده. ته داستان این بوده که مثلا بهمن پارسال آقای کروبی اومده گفته من عذرخواهی میکنم، اما به عنوان کسی از مسئولین جمهوری اسلامی که در وضعیت فعلی جمهوری اسلامی نقش داشته، در نتیجه از مردم عذرخواهی میکنم. طبیعتاً خیلی فاصله داره با اون حال هوایی که تصور میشده در حکومت. اگر کوتاه جواب بدی حسین، فرصت زیادی نیست. حسین کروبی میگه که تنها در صورتی ممکنه این تحول رخ بده که شرایط ویژه داخلی یا جهانی رخ بده. منظورش چی هست احتمالاً؟ ببینید، حس کلی در خیلی از مردم همیشه وجود داشته که معمولاً بحران‌ها و بحران‌های جدی در جمهوری اسلامی تموم نمیشن، از نوع به نوع دیگه تبدیل میشن. حالا میشه اسمش قانون بهای بحران گذاشت. معمولاً یک بحران، مخصوصاً اگر بحران جدی باشه، ادامه پیدا میکنه در خیلی از موارد حداقل تا وقتی که یک بحران بزرگتر بیاد و اون بحران قبلی رو به حاشیه برونه. مثلا در فرض کنید پرونده هسته‌ای وقتی که ایران با شورای امنیت مشکل داشت، این بحران ادامه پیدا کرد تا وقتی که سطح متفاوتی از بحران که عبارت بود از بحران‌های یک جانبه مثلا آمریکا و اتحادیه اروپا اومد و خب حالا یه عده نشستن گفتن شاید باید بشینیم راجبش فکر بکنیم. یا مثلا وقتی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شد و با نهادهای دیگر نظام مشکلاتی داشت و مشکلات جدی داشت، ولی خب مورد حمایت آقای خامنه‌ای بود، این داستان‌ها ادامه پیدا کرد تا وقتی که خود آقای احمدی نژاد به یک بحران جدید برای آیت الله خامنه‌ای تبدیل شد و اون وقت حالا او نشست و انگار که تازه به بررسی اینکه آیا چریختی باید با این مسئله مواجه شد یا نشد. در قضیه حصر هم به طور کلی خیلی این حس رو دارن که در شرایط موجود ممکنه که به سادگی این بحران قابل حل نباشه، مگر اینکه سطح جدیدی از بحران در جمهوری اسلامی ایجاد بشه که کسانی بشن فکر کنن که خب بحران قبلی رو شاید باید حالا گذاشت کنار. البته این یک فرضیه است. خب فرضیه دیگه میتونه این باشه که به شیوه دیگه این بحران حل بشه. ممنونم حسین. حسین باستانی اینجا در استودیو همراه ما. امروز قرار است سرنوشت منگوانژو از مدیران ارشد شرکت هواوی چین در کانادا در دادگاه مشخص شود. او 12 روز پیش در فرودگاه ونکوور به درخواست آمریکا دستگیر شد. آمریکا را متهم کرده که از طریق شرکت‌های سوری سر بانک‌های آمریکایی کلاه گذاشته و قطعات ساخت آمریکا را برخلاف تحریم‌ها به ایران فروخته. ژیار گل گزارش می‌دهد. بازداشت یکی از قدرتمندترین زنان چین، پیامی به شرکت‌هایی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور می‌زنند.
منگ وانرو مدیر ارشد مالی شرکت هواوی غول مخابراتی چین چند روزی است در این بازداشتگاه در ونکوور کانادا به سر می‌برد. او 12 روز پیش در فرودگاه ونکوور به درخواست آمریکا دستگیر شد. خانم منگ قرار است امروز در دادگاه عالی بریتیش کلمبیای کانادا حاضر شود. وکلای او برای آزادی از زندان تقاضای قرار وثیقه کردند. آنها گفتند نگران سلامتی موکلشان هستند. دولت چین سفرای کانادا و آمریکا را فراخوانده و خواهان آزادی فوری خانم منگ شده. اگر طرف کانادایی نتواند این موضوع را حل کند، پیامدهای جدی برای این کشور خواهد داشت. می توانم به شما بگویم که پیامدهای آن کلا به تصمیم کانادا بستگی دارد. اما دولت کانادا به چین اطمینان داده که پرونده منگ وانجو عادلانه بررسی خواهد شد. منگ وانجو یکی از ثروتمندترین زنان جهان است. او همچنین دختر بنیانگذار میلیاردر شرکت مخابراتی چینی هواوی است. دادستان‌های آمریکایی خانم منگ را متهم به دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران کردند. آمریکا مدعی است که هواوی از یکی از شرکت‌های تابعش به نام اسکای کام به مدت 5 سال از سال‌های 2009 تا 2014 برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران استفاده کرده. به نظر من آمریکا برای محاکمه خانم منگ جدی است، وگرنه خواهان استرداد او از کانادا نمی‌شد. چین هم عکس العمل شدیدی نشان خواهد داد. آمریکا ممکن است فروش قطعات به هواوی را ممنوع کند که این می‌تواند اثرات مخربی برای این شرکت داشته باشد. همزمان امروز دادگاهی در چین فروش مدل‌های پایین آیفون در این کشور را ممنوع کرد. چین می‌گوید این تصمیم به خاطر اختلاف بر سر ثبت اختراع با شرکت اپل بوده است. اپل حدود 20% از فروشش به چینی هاست. شرکت هواوی یکی از رقبای جدی اپل است. بسیاری میگویند جنگ تجاری آمریکا و چین وارد مرحله جدیدی شده است. اگر دادگاه کانادا با استرداد منگ وانجو به آمریکا موافقت کند، او در این کشور محاکمه خواهد شد و اگر محکوم شود میتواند تا 30 سال زندانی شود. ژیارگل، بی بی سی. در مذاکرات صلح یمن که در استکهلم سوئد برگزار شده، طرف‌های درگیر بر سر تبادل نزدیک به 15,000 زندانی توافق کردند و درباره آتش‌بس در بندر استراتژیک هدیده هم مذاکراتی شده. در همین حال کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داده که در ماه‌های اخیر شاهد افزایش شدید سوء تغذیه در یمن بوده. کسرا ناجی گزارش میده با این توضیح که ممکنه بعضی از تصاویر این گزارش ناراحت کننده باشه. در سرمای نزدیک به 0 درجه در این قصد در نزدیکی استکهلم دو طرف جنگ یمن امروز یخهای روابطشان را شکستند. تا حدی با توافق بر سر مبادله این نزدیک به 15,000 زندانی جنگی دو طرف. توافق غیر منتظره برای تبادل زندانیان تا 40 روز دیگر، شاید هم پیش در آمده توافقی بزرگتر برای پایان جنگ. کمیته بین المللی صلیب سرخ مسئول همه کارهای لازم لوجستیک و فنی خواهد بود و انتقال زندانی های دو طرف. اگه طرف مقابل به این توافق متعهد بماند، شاید این کار روز 20 ژانویه انجام بشه. نماینده هیئت دولت یمن هم میگوید جسد علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن هم در این تبادل به طرف مقابل منتقل خواهد شد. حوثی ها فهرستی از 7487 نفر ارائه کردند و ما هم 8576 نفر. مذاکرات 6 روز پیش شروع شد. بعد از ماه‌ها تلاش و زمین چینی زیر نظر فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن و فشار قدرت‌های بزرگ به عربستان که از دولت یمن حمایت می‌کند. As you know, we're keen to make this not a one-off. ما امیدواریم که این شروع چند دور مذاکره باشد. من امیدوارم که با پرزیدنت هادی رئیس جمهوری یمن و طرف مقابل در روزهای آینده صحبت کنم تا ببینیم که کی و کجا دور بعدی مذاکرات را برگزار کنیم. مذاکرات درباره راه حل سیاسی جنگ یمن. مذاکرات صلح یمن هنوز فاصله زیادی تا توافق بر سر پایان جنگ دارد، اگرچه دو طرف در حال حاضر سرگرم بررسی پیشنهاد سازمان ملل برای رفع تنش در بندر هدیده و شهر تائز هستند که سومین شهر بزرگ کشور است.
سازمان ملل پیشنهاد داده در مقابل توقف پیشروی نیروهای دولتی به داخل حدیده نیروهای حوثی شهر را تخلیه کنند و اداره آن به یک کمیته زیر نظر سازمان ملل داده شود. اما حوثی‌ها تمایل زیادی نشان ندادند. به نظر من خروج از حدیده فقط به عنوان بخشی از یک راه حل جامع قابل بررسیه. جنگ یمن که نزدیک به 4 سال است ادامه داشته تا کنون 10,000 کشته به جا گذاشته و 8 میلیون گرسنه. کمیته بین المللی صلیب سرخ امروز گزارش کرد که در ماه‌های اخیر شاهد افزایش شدید سوء تغذیه در یمن بود، به خصوص در میان کودکان، نسل آینده کشور. کسرو نجی، بی بی سی. کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی در لهستان وارد آخرین روزها می شود، اما هنوز توافقی به دست نیامده. سندی که نقشه راه نجات زمین از گازهای گلخانه‌ای را تعیین کند. کشورهایی که آینده و پیشرفتشان را در گروه توسعه سوختهای فسیلی و تولید گازهای گلخانه‌ای می بینند، کار مذاکره و توافق را به کاری طاقت فرسا بدل کردند. هرچند فعالان و متخصصان حاضر در کنفرانس دست از تلاش بر نداشتند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. سالن سخنرانی هیئت آمریکایی در کنفرانس تغییر اقلیم برخلاف بقیه پر از جمعیت بود. سخنرانان نزدیک به صنایع نفت و زغال سنگ بودند. آنها در کنفرانس نجات زمین از خطر سوخت‌های فسیلی حرف‌هایی زدند که برای حاضران بوی بازگشت به عقب را می‌داد. اغلب اوقات در این گونه جلسات ابراز نگرانی های بی مورد بر راه حل های واقع بینانه غلبه می کند. ما قویاً معتقدیم نباید رشد اقتصادی و امنیت سوختی را فدای محیط زیست پایدار کنیم. این صحبت ها به جای رسید که صدای جمعی از معترضان را بلند کرد. سوخت های فسیلی همچنان نقش اصلی را در نوآوری های انرژی این معترضان خود را آماده رویارویی با هیئت آمریکایی کرده بودند و شعار می‌دادند زیر زمین نگهش دار. چنین واکنشی برای نمایندگان دولت ترامپ دور از انتظار نبود، اما نشان می‌داد فرستادن حامیان زغال سنگ به کنفرانس تغییر اقلیم مثل فرستادن نماینده شرکت‌های دخانیات به کنفرانس مبارزه با سرطان است. آمریکا اینجا در کنفرانس تغییر اقلیم جزئی از یک مثلثی محسوب می‌شود که عربستان و روسیه ذیل‌های دیگر آن هستند، زیرا هر سه کشور کوشیدند گزارش اخیر سازمان ملل را زیر سوال ببرند که گفته بود ادامه مصرف سوخت‌های فسیلی باعث تغییرات خطرناک اقلیمی می‌شود و برای نجات زمین از فاجعه پیشرو باید تا 12 سال آینده 50% از مصرف سوخت‌های فسیلی دنیا کاسته شود. پیامی که در بسیاری از کشورهای محروم خریدار دارد. مثلا نپال که با خطر سیل‌های مهیب ناشی از ذوب شدن یخ در کوهستان‌هایش روبروست. تیرهای برق و تاج تیر برق کنار زانو شما قرار می‌گیره. یا در کشورهایی مثل ایران که نفتخیز و وابسته به سوخت‌های فسیلی برای رشد اقتصادی است، ولی در خطر خشکسالی و تخریب خاک و جنگل‌هایش است. هیئت دولتی ایران در کنفرانس تغییر اقلیم هفته پیش برخلاف تلاش‌های آمریکا و عربستان و روسیه از جدی نگرفته شدن گرمایش زمین شاکی شد. اکثر این پروژه‌ها می‌بینی یهو نفوذ زیاد دارن تو برج. هرچند در داخل کشور مخالفان دولت تلاش دارند ایران پای هیچ توافقی را برای فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی امضا نکند. جالب این که چشم امید همگان در کنفرانس تغییر اقلیم به بزرگترین آلاینده دنیا دوخته شده بود، ولی در این حال پرچمدار توسعه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر که امروز با یک برنامه بلند پروازانه به نام ارتباط جهانی انرژی به میدان آمد. ارتباط جهانی انرژی باعث خواهد شد برتری سوخت‌های فسیلی مثل نفت، گاز و زغال سنگ به سمت برتری انرژی‌های پاک میل پیدا کند و این کار از راه حرکت دادن نقطه ثقل الگوهای محلی مصرف سوخت به طرف الگوهای فرامنطقه‌ای ممکن خواهد بود. یکی از چندین طرحی که ممکن است به عنوان دستاورد کنفرانس تغییر اقلیم تلقی شود. کنفرانسی که میکوشد شعارهایی را برآورده کند که زمانی حرف مردم و دولت‌ها بود، ولی حالا حرف همه دولت‌ها نیست. سیاوش اردلان،
بی بی سی. پل جیکوبز 9 سال پیش سرباز ارتش بریتانیا در افغانستان بود. در یکی از گشت زنی‌هاش در اثر یک انفجار بینایی‌اش را از دست داد. پل که اون زمان 19 سال سن داشت، حالا 29 سال است. و اخیراً برای اولین بار وارد رینگ مسابقه مشت‌زنی شده و میگه بوکس بهش کمک کرده تا بتونه بر آسیب‌های روانی ناشی از اون حادثه غلبه کنه. پل حالا می‌خواد لیگ مشت‌زنی ویژه نابینایان را بندازه. اصلا از اون لحظات پشیمون نیستم. اون روز هر کاری از دستم برمی اومد انجام دادم. سرباز جاناتان یانگ اون روز مسئول مینیابی بود. واسه همینم جلوتر از ما حرکت میکرد. پیچی توی کوچه تاریک و متاسفانه پاش رفت روی مین. برای مردم تصورش سخته. یه نفر جلوت ایستاده، اما یه دقیقه بعدش فقط غباری از خون ازش باقی مونده. گروهبان پل مکلیس که مسئول جوخی ما بود سعی کرد بهم کمک کنه. اما کشته شد و من هم زخمی شدم. یه ترکش از چشم راستم رد شد و رفت توی مغزم. صورتم، بازوهام و پاهام به خاطر اون ترکش سوراخ سوراخ شدن. پل بینایش را به طور کامل از دست داد. بعد از برگشت به خانه دچار اختلال استرس بعد از حادثه شد. به عنوان بخشی از روند بهبودش به سراغ مشت‌زنی رفت. دوروبرم رو نگاه کردم و به خودم گفتم هنوز میتونم موفق بشم، فقط باید دنبال راه متفاوتی باشم. رفتم دنبال بوکس و تناسب اندام که یه جورایی با اختلال استرس بعد از حادثه ارتباط دارن، چون بهم اجازه میدن خودم باشم. شوخی ها و سر به سر گذاشتن ها، میتونی محکم بزنی به کیسه بوکس و بذاری بره. پول برای اولی مسابقه رسمی اش آماده میشود. قرار است با یک مشت‌زن بینا مسابقه دهد. هیچ وقت فکرشم نمی کردم که روزی یک فرد نابینا رو در رینگ معرفی کنم. خانم ها و آقایان، خوش آمد بگید به پل جیکوبز. برنده امشب از سمت آبی رینگ، اون برنده شد. یه روزایی هست که از زمین و زمان متنفری، اما کم کم یاد میگیری تا عصبانیتت رو بپذیری و اونو از خودت دور کنی. آره، من دارم از اون عصبانیت فاصله میگیرم. این بودی بخش خبری، شب بخیر. ممنون که با بی بی سی فارسی همراهید.